آمریکا دیروز بمبگذاری انتحاری در استان سیستان و بلوچستان ایران را محکوم کرد و هرگونه دست داشتن آمریکا در آن حمله را انکار کرد. این کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک اطلاعیه کوتاه گفت: ما این اقدام تروریستی را تقبیح می‌کنیم و به خاطر تباه شدن جان انسان‌های بی‌گناه سوگوار هستیم. گزارش‌های مربوط به دست داشتن آمریکا در این حمله کاملاً دروغ است. حمله بامداد دیروز به کشته شدن دست کم 42 نفر از جمله حداقل 5 تن از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران منجر شد. پرزیدنت باراک اوباما امروز سیاست جدید آمریکا در قبال سودان را اعلام کرد و به خارتوم پیشنهاد کرد اگر برای متوقف ساختن قوم‌کشی و بدرفتاری‌ها در منطقه دارفور همکاری کند، پاداش‌هایی خواهد گرفت. اوباما در بیانیه‌ای گفت که تحریم‌ها علیه سودان را در این هفته تمدید می‌کند و هشدار داد که اگر سودان به اقدام عاجل دست نزند، در ورطه سقوط به هرج و مرج بیشتر قرار خواهد گرفت. پرزیدنت اوباما گفت اگر دولت سودان وضعیت را در عرصه امور اصلاح کند و صلح را ترویج دهد، انگیزه هایی برای آن کشور در نظر خواهد گرفت، ولی اگر چنین نکند با فشار بیشتری از سوی آمریکا و جامعه بین المللی روبرو خواهد شد. رام امانوئل رئیس کارکنان کاخ سفید روز یکشنبه گفت که تصمیم پرزیدنت باراک اوباما به اعزام نیروهای نظامی بیشتر به افغانستان به آن بستگی دارد که دولت کابل مشروع و قابل اطمینان باشد. امانوئل به CNN گفت که پرسش محوری این نیست که چه تعداد نیرو می‌فرستید، بلکه این است که آیا متحد قابل اطمینانی در کابل دارید یا خیر، و افسود که آن کشور ارتش، نیروهای انتظامی و سرویس‌های موثری در اختیار ندارد. شکایت مبتنی بر احتمال تقلب در انتخابات ریاست جمهوری که در ماه اوت برگزار شد، افغانستان را از نظر سیاسی دچار تزلزل کرده است. این خبرها و خبرهای دیگر در تلویزیون واشنگتن.com.